تشدید مصدومیت هازارد، ظهور یک هلند دیگر، مشکل جدید نیمار، میسی در آستانه محرومیت، ستاره جدید انتر در خط حمله. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مارکا مدعی است که مصدومیت ایدن هازارد تشدید پیدا کرده و این بازیکن حتی به بازی برگشت برابر آتالانتا نیز نخواهد رسید. به نظر می رسد جن فوتبالی در خانواده هلند ارسی است و پس از ظهور ایلینگ حالا پسر خاله او هم در آستانه تبدیل شدن به یک فوتبالیست بزرگ است. پدر هلند نیز زمان برای سیتی و لیدز بازی می کرد. مایریستو پوشتینو ممکن است مهاجم برازیلی را به دلیل دعوت به تیم ملی مدت زمان زیاد در اختیار نداشته باشد. میسی در آستانه محرومیت یک جلسه‌ای در لالیگا. مشکلات لیورپول با شکست در آنفیلد مقابل چلسی در بازی پنجشنبه شب عمیق‌تر شد. چند قبل ایدن هازارد ستاره بلژیمی رئال مادرید برای نهمین بار از زمان پیوستن به جمع کهکشانی ها مصدوم شد و این بار به دلیل مصدومیت از ناحیه عضله پشت ران پای چپ برای مدت از میادین دور شد. پس از مصدومیت این بازیکن پیش بینی می شد که به بازی دوشنبه گذشته مقابل سوسیداد برسد، حالا اما حضورش حتی در بازی برگشت در دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر آتالانتا هم قطعی نیست. بر اساس گزارش مارکا مصدومیت ایدن هازارد تشدید پیدا کرده و زمان بیشتر خواهد برد تا این بازیکن به صورت درست ریکاوری کند و به میادین بازگردد. با توجه به مصدومیت‌های طولانی مدت ایدن هازارد، هواداران رئال مادرید به شدت از دست مدیران باشگاه عصبانی است و فکر می‌کنند که باشگاه 130 میلیون یورو را به خاطر یک بازیکن همیشه مصدوم برباد دادند. ایلینگ هالند تبدیل به پدیده بزرگ فوتبال دنیا شده است. شروع درخشش او در سالزبورگ اتریش بود و در نهایت بورسیا دورتموند را برای پیشرفت فوتبال خود انتخاب کرد، در حالی که مورد توجه یونایتد، یوونتوس و رئال نیز قرار داشت. هالند جنوری 2020 بود که راهی دورتموند شد و درخشش او همچنان ادامه داشت تا جایی که رئال مادرید و دیگر باشگاه‌های بزرگ اروپایی همچنان در تلاش برای جذب او هستند و بعید است این ستاره نروژی سال‌های زیاد در دورتموند بماند. فصل 2017-2018 یعنی زمانی که این بازیکن در عضویت مولده نروژ بود، با زدن 16 گل خود را به عنوان یک ستاره آینده‌دار معرفی کرد و از آنجا بود که رقابت بین سالزبورگ و منچستر برای جذب او بالا گرفت و در نهایت هالند راهی اتریش شد. این روزها پسر خاله هالند در تیم جوانان مولده خوش می‌درخشد. آلبرت براوتی هالند با 17 سال سن توانسته در 37 بازی 64 گل بزند و جالب این که از لحاظ ظاهر و قد و قامت نیز شباهت زیاد به ایلینگ هالند دارد. او فوتبالش را از براین افکا شروع کرد و در این تیم نیز ریکورد 40 گل در 31 بازی را به ثبت رسانده بود. به نظر می رسد هالند به زودی به تیم اول مولده منتقل خواهد شد و شاید در 1-2 سال آینده شاید حضور در سطح اول فوتبال اروپا هم باشیم. هالند در مصاحبه جدید خود گفت: در مولده احساس راحتی می کنم. در این باشگاه به خوبی به من و دیگر بازیکنان جوان رسیدگی می شود و برنامه های خوبی برای آینده من دارند. تمرکزم روی مولده است و معتقدم اینجا بهترین مکان برای پیشرفت است. با ایلینگ صحبت کردم و هم توصیه کرد که در مولده بمانم و پیشرفت کنم. هرچند تصمیم نهایی برای ماندن در مولده را خودم گرفتم. هالند را ماشین گلزنی جدید فوتبال نروژ می‌دانند و بله باید ادعا کرد که هالند شماره دو در راه است. با نقل از آیس خبر خوش اخیراً از نیمار منتشر شد، چون او اکنون در حال تمرین با دیگر بازیکنان پاریس سن ژرمن است و تقریباً آسیب دیدگی‌اش بهبود یافته است. با این حال تنها چند ساعت بعد از این اتفاق مایریستو پوشینو متوجه شد که ممکن است نتواند ستاره برازیل را در اختیار داشته باشد. نیمار به تیم ملی دعوت شده است و در این صورت زمان بازگشتش به میادین با پیراهن پاریس سن ژرمن نامشخص خواهد بود. مهاجم پاریس سن ژرمن در صورت ترک اتحادیه اروپا باید زمان بازگشت به فرانسه حداقل یک هفته در قرنطینه بماند. هنوز به طور قطعی مشخص نشده که دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022 در منطقه آمریکای جنوبی در اواخر ماه مارس برگزار می شود یا نه. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی در حال بررسی و تعویق این بازی ها است، چون خیلی از بازیکنان به دلیل مشکل مشابه نمی توانند به اردوی تیم ملی کشورشان بپیوندند. دوشنبه هفته آینده در این رابطه تصمیم گیری می شود. در انگلیس یورگن کلوپ و سولشایر اعلام کردند که اجازه نخواهند داد بازیکنانشان به آمریکای جنوبی سفر کنند اگر قرار باشد در هنگام بازگشت در قرنطینه بمانند. همچنین کشور پرتغال در لیست سرخ قرار دارد. پوشتینو هنوز در این رابطه صحبت نکرده است، اما خیلی از بازیکنانش مجبور خواهند شد در قرنطینه بمانند. مارکنیوس، پارادیس، کلور نواس و آنخل دیماریا از جمله آنها هستند. این فیفاده دقیقاً یک هفته قبل از شروع 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا است. مشکل بزرگ برای سرمربی آرژانتینی خواهد بود، به خصوص بیشتر در رابطه با نیمار، چون یک ماه است این بازیکن را در اختیار ندارد. باید دید بهترین راه حل کدام است. رونالد کومان سرمربی هلندی بارسا لیست تیمش برای بازی شنبه مقابل اوساسونا را اعلام کرد که بازگشت میرالم پیانیش بوسنیایی بزرگترین تغییر این لیست است. بازیکن بوسنیایی به علت مصدومیت در دو بازی اخیر کاتالان‌ها حضور نداشت. جرارد پیکی و رونالد آراخو به علت مصدومیت در لیست بازی با اوساسونا حضور ندارند. اولی 3 هفته از میادین دور خواهد بود و دومی هنوز از مصدومیتش در بازی لالیگا مقابل سویا ریکاوری نکرده است. آسوی میسی و فرانکی دیانگ در حال به مساف اوساسونا میروند که 4 کارت هستند و هیچ بعید نیست که هر دویشان عمدن کارت زرد بگیرند، 5 کارت شوند و بعد این ترتیب بازی آسان مقابل هویسکا را از دست بدهند تا با خیال راحت روی ادامه فصل تمرکز کنند و نگرانی از دریافت کارت زرد پنجم پیش از بازی‌های حساس‌تر نداشته باشند. فاتی کوتینیو و سرجی روبرتو نیز همچنان به علت مصدومیت از میادین دور هستند.
ایلیاکس موریبا پدیده تازه بارسا در لیست حضور دارد و اینیاکی پینیا و اسکار مینگزا دیگر بازیکنان آکادمی هستند که در لیست کومان برای بازی در السادار جدید حضور دارند. لیست بارسا بدین شرح است: ترشتگن، نیتو، دست، جونیور، لنگلی، آلبا، اومتیتی، دیانگ، بوسکس، ماتیاس، پیانیچ، پیتری، ریکی پوچ، گریزمن، برایتویت، دمبله، میسی، ترینکایو، پینیا، ایلیاکس و مینگزا. الکس سانچز مهاجم 32 ساله شیلیایی این روزها به ستاره اصلی انتر در تیم کونته تبدیل شده است. بازیکن شیلیایی با نقش جدید خود کنار آمده است. او پس از دوران بسیار ناموفقی که در منچستر یونایتد داشت به نظر می‌رسد که دوباره در شهر میلان به سطح خودش برگشته است و دوباره به روزهای اوجش نزدیک‌تر شده است. کونته تصمیم گرفت که عجله‌ای در مورد الکس سانچز نداشته باشد و زمان به او ثابت کرد که می‌تواند بهترین عملکردش را داشته باشد. لوکاکو مهاجم بلژیمی در انتر فصل درخشان داشته است، اما در بازی‌های اخیر نوبت الکسیس بوده است که بدرخشد. مهاجم شیلیایی هر دو گل تیمش را در پیروزی ارزشمند مقابل پارما با نتیجه 2-1 به ثمر رساند و حالا انتر 6 امتیاز تا میلان و 10 امتیاز تا یوونتوس فاصله دارد و به نظر می‌رسد که نروزوری‌ها در مسیر قهرمانی در لیگ ایتالیا قرار دارند. الکس سانچز که در بازی قبلی انتر مقابل جنوا هم گلزنی کرده بود، حالا دوباره با دبل اخیرش نیرو گرفته است و به نظر می‌رسد که انگیزه بالایی دارد تا به انتر کمک کند تا پس از 11 سال اسکودتو را ببرد. لیورپول در شروع بازی فقط یک امتیاز کمتر از چلسی در جدول داشتند و می توانستند با کسب پیروزی به جمع 4 تیم برتر جدول برگردند، اما تیم کلوپ عملکرد جالب نداشت. میسون مون تنها گل بازی را در نیمه اول زد. او از ارسال بلند کانته استفاده کرد و توانست دروازه لیورپول را باز کند. لیورپول نتوانست گل تساوی را بزند. در حقیقت 86 دقیقه طول کشید تا تیم کلوپ اولین شوت در چارچوب خود را بزند و بعد این ترتیب پنجمین شکست پایپای در خانه خود را تجربه کردند. این بازی برای سادیو مانه هم ناامید کننده بود. میلی پوش سنگالی در نیمه اول فرصت طلایی برای گلزنی داشت، اما نتوانست از موقعیت تک به تک در مقابل ادوارد میندی استفاده کند. در اواخر بازی نیز شیطنت ماتیو کوواچیچ هافک کروات چلسی باعث شد تا مانه به نقطه جوش برسد. در حقیقت مانه در حالی که صاحب توپ بود توسط آنتونیو رودریگز با خطا مواجه شد. داور سود زده بود، اما ماتیو کوواچیچ توپ را از فاصله نزدیک به سمت مهاجم سنگالی شوت زد. طبیعتاً مانه از این اتفاق خوشش نیامد و به همین خاطر بلافاصله از جایش بلند شد و گردن بازیکن کروات را گرفت، آن هم در حالی که کوواچیچ صرفاً داشت لبخند می‌زد و از اینکه بازیکن حریف را به نقطه جوش رسانده لذت می‌برد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.